دو سال پیش بود که شیائومی اولین پرچمدار پوکوفون یعنی F1 رو معرفی کرد که ارزون ترین گوشی با چیپست اسنپدراگون 845 بود. حالا پوکو F2 پرو معرفی شده که بازم میخواد همون نقش رو ایفا کنه، یعنی یه گوشی پرچمدار با قیمت میان رده. بریم ببینیم که آیا این گوشی میتونه یه انتخاب مقرون به صرفه باشه یا نه. پوکو F2 پرو تو بعضی بازارها به اسم ردمی کیسی پرو فروخته میشه، یعنی این دوتا گوشی یکی هن. چیپست اسنپدراگون 865 داره که یکی از قوی ترین چیپست های بازاره و از 5G هم پشتیبانی میکنه. یه سری امکانات هم داره که معمولا تو پرچم داره کمتر میبینه میشون. قبل از اینکه بریم سراغ بررسی، شما هم از کانال یوتیوب ما حمایت کنید، ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب کنید. این گوشی رو فروشگاه می مارکت برای بررسی در اختیارمون گذاشته. توی سایتشون کلی محصول دیگه از شیائومی هم هست. بهشون سر بزنید. شاید تصور کنین که چون پوکو F2 پرو قیمتی در حد میان رده داره، کیفیت ساختش خیلی بالا نیست. در حالی که برعکس، با یه گوشی خیلی با کیفیت خوش ساخت طرفیم. پوکوفون F2 پرو 4 رنگ آبی، سفید، بنفش و خاکستری داره. مدلی که ما بررسی میکنیم رنگش به قول شیائومی سایبر گریه که قاب پشتیش رنگ خاکستری مات داره و اطرافش هم یه فریم آلومینیومی براق پوشونده. نمایشگر گوشی هم تمام صفحه است و حاشیه‌اش نسبتاً باریکه. این بالا نه سوراخ دوربین سلفی رو داریم و نه ناچ. اسپیکر مکالمه هم خیلی ظریف تو حاشیه بالایی قرار گرفته. در عوض دوربین سلفی به شکل پاپاپه و با این LED های اطرافش خیلی ظاهر جذابی داره. تازه توی رابط کاربری میتونین رنگ نور LED و افکت صدایی که بیرون میاد رو تغییر بدین. پشت گوشی این دوربین 4 گانه رو داریم که البته در اصل 3 گانه است، چون یه دونه ماژول عمق‌سنج داره که کاربرد زیادی نداره. یعنی بهتر اینطوری بگم که ظاهراً شیائومی این دوربین رو فقط برای این گذاشته که ماژولای دوربین شکل و شمایل قرینه و مرتبی داشته باشن. توی فریم اطراف گوشی یه چیزایی می‌بینین که توی کمتر گوشی پرچم‌داری هست. مثلا این بالا یه جک 3.5 میلیمتری هدفون رو داریم و کنارش هم یه دونه فرستنده مادون و قرمز که خیلی ساده باهاش می‌تونید سیستم‌های صوتی، تلویزیون، کولر گازی و خیلی چیزهای دیگر رو کنترل کنید. این دایره ظریف هم چراغ نوتیفیکیشنه که جای خالیش تو بیشتر گوشی پرچم‌دار این روزا دیده میشه. همون اول که گوشی رو دستتون میگیرین متوجه کیفیت ساخت خیلی خوبش میشین، یعنی گوشی واقعا خوش ساخته، ولی به خاطر باتری پرظرفیت و دوربین سلفی پاپاپ یه مقدار وزنش بالاست، 219 گرمه که جزو گوشی‌های نسبتا سنگین محسوب میشه. ضخامتش 8.9 میلیمتره که بازم خیلی کم نیست، ولی توزیع وزنش خوبه، یعنی گوشی تو دستتون تعادل داره. اگه دستتون خیلی کوچیک نباشه به راحتی میتونین باهاش کار کنین. این پشت بدن هم یه مقدار سره، ممکنه تو دستتون سر بخوره، ولی خب کاور میندازید دیگه، این مشکل رو میتونید رفع کنید راحت. نمایشگر پوکو F2 پرو کیفیت بالایی داره و روشنایش هم عالیه. در این حال از HDR10 پلاس هم پشتیبانی میکنه. دقت رنگ نمایشگر خیلی بالاست و اونقدر گزینه پیش روتون هست که میتونید هر طور که خواستین تنظیمش کنید. یه سری تنظیمات خیلی کلی هستن، مثلا حالت خودکار که رنگا رو بر اساس نور محیط تنظیم میکنه، یا حالتهای استاندارد و اشباع شده. اگه اینا براتون کافی نیست، میتونین از تنظیمات پیشرفته تر گاموت رنگی دلخواهتون رو انتخاب کنین، یا حتی کنتراست، دمای رنگ، گاما، فضای رنگی RGB و کلی چیزهای دیگر هم تغییر بدین. روشنایی نمایشگر توی حالت خودکار به 850 نیت میرسه که خیالتون رو حتی زیر نور خورشید هم راحت میکنه. نمایشگر همیشه روشن پوکو F2 پرو هم از قابلیت جذابشه. اگر عکس والپیپر گوشی رو از بین گزینه‌های سوپر والپیپر انتخاب کنید، انیمیشن‌های نمایشگر همیشه روشن و لاک اسکرین و صفحه هوم با هم یک پارچه میشن. حالا جذابیتش رو خودتون ببینید. برای این ویژگی هم میتونید بین دو گزینه زمین یا مریخ یکی رو انتخاب کنید. در کل نمایشگر گوشی فوق‌العاده با کیفیت، همه چی رو خوش‌آب و رنگ نشون میده، روشناییش هم عالیه. ولی خب تو سال 2020 یک کمبود جزئی داره، اونم این که نرخ رفرشش همون 60 هرتز عادی و 90 و 120 نیست. ولی اگه قیمت گوشی رو در نظر بگیرین به راحتی از این مسئله عبور می‌کنید.
گوشی پوکو اف 2 پرو با اندروید 10 و رابط کاربری میوآی 12 همراه شده. اگه قبلا با گوشی شیائومی کار کرده باشین، رابط پوکو اف 2 پرو هم کاملا براتون آشناست. امکانات رابط کاربری هم اونقدر متنوع که اگه کاربر قدیمی شیائومی نباشین، تا مدت ها موارد جدیدی رو کشف میکنید. رابط کاربری به طور پیشفرض برنامه‌های باز رو توی دو تا ستون عمودی نشون میده. توی همین صفحه به گزینه‌هایی مثل اسپلیت اسکرین برای تقسیم صفحه بین دو اپلیکیشن، سکیوریتی اسکن برای رفع مشکلات امنیتی احتمالی و کلینر و دیپ کلین برای پاک کردن رم و حذف فایل‌های زائد دسترسی دارین. از معدود بخش‌های آزاردهنده رابط کاربری نشون دادن تبلیغ توی همین اپ‌های پیش‌فرض شیائومیه. یکی از ویژگی‌های جالب رابط کاربری هم کنترل سنتر جدیده. ظاهر راستش براتون آشناست؟ اشتباه نکنید. شیائومی این قسمت رو از اپل کپی نکرد و خیلی اتفاقی شبیه هم شدن. اگه این ویژگی رو فعال کنید، با سوایپ از بالا سمت راست میتونید به تنظیمات گوشی مثل وایفای و بلوتوث و کلی چیزهای دیگه دسترسی داشته باشید. رابط کاربری به طور پیش‌فرض اپ درایر داره، یعنی همه اپلیکیشن‌ها توی یه صفحه جداگونه نشون داده میشن. طراحی این صفحه هم جالبه. بخش سرچ این پایینه که واقعا هم دسترسی بهش راحته. توی نوار بالایی هم دسته‌بندی‌های مختلف رو می‌بینین. از سربرگ اصلی یعنی آل میتونید به همه اپ‌ها دسترسی داشته باشین، اما اگه مثلا دنبال بازی‌ها می‌گردین کافیه برین به سربرگ گیمز. البته میتونید دسته‌بندی‌ها دلخواه خودتون هم اضافه کنید. رابط کاربری پوکو اف 2 پرو خیلی کامل، پر از امکانات شخصی سازی و تنظیمات مختلف. بعد لگ و تاخیر اینا هم اصلا تو کارش نیست. فقط یه دو تا مشکل داره. یکی این که تو بعضی از اپ‌های پیش‌فرض گوشی یه سری تبلیغات نشون داده میشه و اینکه از همون اول یه چند تا بازی اضافه هم رو سیستم نصب که باید پاکش کنید. حالا بریم سراغ سخت افزار. پوکو اف 2 پرو از نظر سخت افزار یه پرچم‌دار همه چی تمومه. اسنپ دراگون 865 در کنار 6 یا 8 گیگابایت رم و 128 یا 256 گیگ حافظه داخلی. مدلی که دست ماست رم 8 گیگابایتی داره و حافظه داخلیش هم 256 گیگه. برای آزمایش کارهای سخت افزاری گوشی اول رفتیم سراغ بنچمارک های آنتوتو، پی سی مارک و تریدی مارک. توی بنچمارک آنتوتو کارایی پوکو اف 2 پرو عالی و حتی بالاتر از میده با چیپست مشابه ایستاده. توی پی سی مارک اما در کمال تعجب شاید امتیاز پایین تر هستیم. توی بنچمارک 3D مارک هم کارایی در حد قوی ترین های بازاره. با این حساب باید بگیم که این گوشی توی جدیدترین بازی ها هم کم نمیاره و حتی توی خیلی از بازی های جدید فراتر از نیازتونه. مثلا توی کال اف دوتی موبایل با حد اکثر تنظیمات گرافیکی سی پی یو تقریبا 25% و جی پی یو تقریبا 20% درگیره. حالا که اومدیم بخش سخت افزار، بیاین در مورد حسگر اثر انگشت هم بگم. این گوشی حسگر اپتیکال داره زیر نمایشگر. در مقایسه با بقیه گوشی‌ها، به خصوص میان رده هایی که این مدل حسگر رو دارن، این سرعت و دقتش خیلی خوبه. فقط این مسئله ای است اینکه اگر زیاد از الکل و محلولای ضد عفونی استفاده میکنین تو این دوران، ممکنه یه مقدار حسگر با خطا و کندی مواجه بشه. گوشی فیس آنلاک هم داره. حالا فیس آنلاک کلن که خیلی دقیق نیست در مقایسه با حسگر اثر انگشت. تو این گوشی یه مشکل دیگه هم داره، اینکه باید کلی صبر کنید تا این دوربین سلفی پاپ اپ بیاد بیرون و بشناسدتون. شیائومی میگه این گوشی رو به سیستم خنک کننده مایع با لوله های حرارتی ویژه مجهز کرده تا دمای پردازنده رو تا 14% کاهش بده. ما حالا سیستم رو که از نزدیک ندیدیم، ولی تو کار کردن با گوشی اصلا شاهد افزایش عجیب غریب دماش نبودیم. اینم بگم که گوشی از وایفای 6 و بلوتوث 5.1 و شبکه‌های 5G پشتیبانی می‌کنه. پوکو اف 2 پرو اسپیکر استریو نداره و از این نظر عقب‌تر از بعضی پرچم‌دارهای دیگه است. صدای بیس از اسپیکر به گوش نمیرسه، اما حجم صدای اسپیکر در کل بالاست و کیفیتش هم خوبه. در عوض خروجی جک 3.5 میلیمتری هدفون کیفیت بالایی داره و کلی آپشن هم برای تنظیم صدای هدفون داره. دوربین اصلی پوکو اف 2 پرو 4-گانه است، ولی خب بهتر بگیم 3-گانه، چون این یکی عمق سنج کار خاصی هم نمی‌کنه. یعنی اگه موقع پورتره گرفتن دستتون رو بذارین اینجا مسدودش کنین، بازم همون نتیجه رو می‌گیرین.
ترکیب دوربین‌های پشتی شامل ایناست: دوربین اصلی 64 مگاپیکسلی، دوربین تلماکرو با حسگر 5 مگاپیکسلی و اتوفوکوس که میتونه تو فاصله 3 تا 7 سانتی متری هم فوکوس کنه، و دوربین اولترا واید 13 مگاپیکسلی. دیگه از دوربین عمق سنج 2 مگاپیکسلی نگم، چون خیلی مهم نیست. رابط کاربری دوربین مثل بیشتر گوشی‌های این روز است. یعنی این پایین کلید شاتر، سویچ بین سلفی و پشتی و مشاهده عکس‌های ثبت شده رو داریم. یکم بالاتر هم گزینه اصلی عکاسی یا فیلم برداری رو میتونید انتخاب کنید. یکم بالاترش گزینه‌های زوم رو داریم. البته متاسفانه نمیتونید با انگشت بین این گزینه‌ها زوم کنید، فقط زوم 6 دهم دوربین اولترا واید و یک یا دو برابر دوربین اصلی رو میتونید انتخاب کنید. با این حال با زوم 2 انگشتی میتونید به اندازه دلخواهتون تا 10 برابر زوم کنید. توی نوار بالایی هم تنظیمات ساده‌ای مثل HDR، قابلیت هوش مصنوعی و فلاش هستن که البته بسته به حالت عکاسی یا فیلمبرداری انتخابی میتونن متفاوت باشن. اگر این علامت منوی همبرگری گوشه سمت راست هم لمس کنید، گزینه‌های بیشتر مثل نسبت عکاسی، تایمر یا سوپر ماکرو رو میبینید. خوشبختانه امکان تغییر گزینه‌های پیش‌فرض منوی پایینی هم دارین، و اگر به گزینه نیاز نداشتین کافیه به بخش مور منتقلش کنید، یا تا برخی گزینه‌ها مثل اسلو موشن، پانوراما یا عکاسی 64 مگاپیکسلی رو به نوار پایینی بیارید. از گزینه‌های دیگه عکاسی حالت پرو با امکان تنظیم دستی خیلی از گزینه‌ها و البته حالت پورتره است. نمونه عکس‌های زوم دوربین اولین موردیه که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم، چون این روزا بازار رقابت توی این حوزه خیلی داغ شده. متأسفانه پوکو F2 پرو دوربین تلفوتو برای زوم اپتیکال نداره، اما رابطه کاربری امکان زوم 6 دهم تا 10 برابری رو بهتون میده. عملاً توی زوم‌های بالاتر از 1 که در واقع دیجیتال هم هستن، کیفیت به مرور افت می‌کنه و خیلی نمیشه روشون حساب کرد. عکس دوربین اصلی توی نور روز متعادل و طبیعی هستن و گستره دینامیکی هم قابل قبوله. با این حال گاهی توی سایه های به شدت تاریک جزئیات تصویر از دست میره و بعضی عکس ها هم یکم سافت ثبت میشن. پوکو F2 پرو امکان انتخاب HDR خودکار یا دستی رو هم بهتون میده، ولی اگه گزینه خودکار رو انتخاب کنید، گاهی این گزینه به طور اتوماتیک فعال نمیشه و مجبور میشین برین سراغ حالت دستی. عکس HDR توی بیشتر شرایط نوری کیفیت خوبی دارن و رنگ هم زنده و با کیفیت ثبت میشن. توی محیط داخلی هم کارایی دوربین اصلی خوبه، اما خطای رنگی بنفش توی مرز نقاط پرنور به چشم میاد. نویز هم یکم بیشتر از عکسای فضای بازه. HDR دوربین اصلی توی محیط داخلی کارایی خوبش رو اثبات میکنه و عکس‌ها رو از نظر گستره دینامیکی به خوبی بهبود میده. دوربین اولترا واید از نظر رنگ و روشنایی توی نور روز و فضای باز کارایی کم و بیش شبیه دوربین اصلی داره، اما گستره دینامیکیش یکم کمتره. گوشه های عکسای این دوربین هم یکم کیفیت پایین تری نسبت به مرکزش داره. اگه با این دوربین توی فضای داخلی عکس بگیرید، متوجه میشین که نویز بیشتر میشه و شفافیت عکس هم کمتر. با این حال بازم کیفیت عکس ها خوبن. HDR دوربین اولترا واید هم گاهی کارهای خوبی داره و گاهی هم کار خاصی انجام نمیده. توی شب دوربین اصلی عکسایی با نویز بالا و یکم آبرنگی میگیره. نور چراغ هم به شدت روشن ثبت میشن. اما در عوض نایت مود بیشتر مشکلات رو جبران میکنه و اونقدر کارهایش خوبه که بهتره تا جایی که میتونید توی شب از این ویژگی استفاده کنید. با این حال گاهی هم پیش میاد که حتی با نایت مود هم منابع نوری یه حالت شبیه مه گرفتگی پیدا میکنن، ولی توی شب بهتره کلن قید استفاده از دوربین فوق عریض رو بزنین، چون کیفیت خیلی پایینی داره و عجیب این که امکان استفاده از نایت مود با این دوربین هم ندارین. بیشتر عکس این دوربین توی شب پر از نویز و مات و بیکیفیتن. دوربین ماکرو پوکو F2 پرو اونقدر خوبه که توی کمتر گوشی این کیفیت رو دیدیم. رنگ و نور این عکس ها عالین و نویزشون هم کمه، اما گاهی فوکوس کردن خیلی هم راحت نیست، به خصوص اگر سوژه‌تون متحرک باشه. یکی از نقاط قوت دیگه گوشی عکاسی پورتره است و میتونید گشودگی دیافراگم رو به طور نرم افزاری بین F1 تا F16 تنظیم کنید. عکسای پورتره دوربین اصلی کیفیت بالایی دارن و سوژه به خوبی از زمینه تفکیک میشه. اما اگه تلاش کنید هوش مصنوعی گوشی رو به چالش بکشین، موفق میشین و دوربین توی تشخیص مرز سوژه ها دچار مشکل میشه.
دوربین سلفی پاپ آپ هسکر 20 مگاپیکسلی داره و عکسای طبیعی و خوبی ثبت میکنه. کارای این دوربین توی نور ضعیف هم نسبتا خوبه، اما گاهی نویز بیش از حد توی عکس دیده میشه. اگه توی شرایط ضد نور باشین هم گاهی چهره بیش از حد تاریک ثبت میشه. توی نور ضعیف فلاش کارای خیلی خوبی داره و باعث میشه جزئیات بیشتری از چهره ثبت بشه. پورترای دوربین سلفی هم کیفیت بالایی دارن و سوژه از پس زمینه به خوبی جدا میشه، اما گاهی خطا هم به وجود میاد و گوشی توی تشخیص مرزها به مشکل میخوره. پوکو F2 پرو از نظر شارژ دهی هم عالیه. توی تست پی سی مارک با روشنایی 50% نمایشگر و وایفای روشن باتری نزدیک به 16 ساعت دوام آورد که عدد خیلی خوبیه و میشه گفت تا 2 روز کاری معمول و میتونه همراهتون باشه. گوشی از شارژ سریع 30 واتی هم پشتیبانی میکنه. توی جعبه یه شارژر سازگار با پاور دلیوری هست که میتونه توی نیم ساعت تا 52% باتری رو شارژ کنه. شارژ کامل هم فقط 1 ساعت و 13 دقیقه زمان میبره که عالیه. با این حال موقع شارژ سریع بدن گوشی خیلی گرم میشه. خب برگردیم به سوال اول ویدیو. آیا پوکو F2 پرو با توجه به مزایا و کمبوداش میتونه انتخاب بصرفه باشه یا نه؟ این گوشی یه پرچم‌دار خیلی قدرتمنده، کیفیت ساختش عالیه، نمایشگرش خیلی خوبه، شارژ دهی باتریش فوق‌العاده است و جک هدفون هم داره، ولی کیفیت دوربینش چند تا پله پایین‌تر از رقبا است و مثل خیلی از گوشی شیائومی آی پی ریتینگ نداره. ولی در مجموع با توجه به امکاناتش و قیمتش میشه پوکو F2 پرو رو یکی از ارزشمندترین گوشی‌های بازار تو رده قیمتی خودش دونست. مرسی که این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. اگه خوشتون اومد لایکش کنید، برای دوستاتونم بفرستید و با سابسکرایب کانال یوتیوب دیجیتو از ما حمایت کنید.